در فوریه 2008 دو خواهر به نامهای زهره و آذر کبیری ساکن شهرک شهریار در استان تهران به زنا متهم شدند. آنها به سنگسار محکوم خواهند شد. محکومیت آنها 6 ماه پس از آن صورت می‌گیرد که هر دو خواهر را قبلاً به همان جرم 99 ضربه شلاق زده بودند. سازمان عفو بین‌الملل و دیگر سازمان‌های حقوق بشر خواستار آن شدند که اعدام در ایران به ویژه به وسیله سنگسار متوقف شود. قانون ایران تأکید می‌کند که یک سنگ باید آنقدر بزرگ باشد که جراحت به وجود آورد، اما آنقدر بزرگ نباشد که به تنهایی منجر به مرگ شود. پرتاب سنگ به سوی یک فرد به خودی خود نوعی شکنجه خفیف محسوب می‌شود. در حال حاضر 11 نفر به اتهام زنا در انتظار سنگسار هستند که 9 تن از آنان زن هستند. در بسیاری از این جوامع که بیشتر بر اصول پدرسالاری استوار است، مواردی ملاحظه می‌کنید که شوهران به زنان که زنانشان کاری انجام می‌دهند که ناشایست به شمار می‌رود می‌گویند زنانشان مرتکب زنا شدند. در جامعه‌ای که زنان قبلا هم از چندان حقوقی برخوردار نبودند، موقعی که این گونه اتهامات هم به میان می‌آید، زنان چندان محلی برای پاسخگویی به آن اتهامات ندارند. شوهر زهره در ماه فوریه 2007 هر دو خواهر را به داشتن روابط نامشروع با مردها متهم کرد. قاضی ویدیوی تماشا کرد که آنها را نزد یک مرد نشان می‌داد، اما شواهدی از عمل جنسی در میان نبود. از هر دو خواهر بدون داشتن وکیل مدافع بازجویی شد و به 99 ضربه شلاق محکوم شدند. 6 ماه پس از اجرای آن مجازات در مورد آنها، بر اساس اتهامات تازه از سوی شوهر، دوباره آنها را به اتهام زنای محسنه محاکمه کردند. آنها محکوم شدند، اما این بار محکومیت آنها سنگسار بود. سازمان عفو بین‌الملل و دیگر گروه‌های مدافع حقوق بشر این رویه را به ویژه در مورد آن دو خواهر نقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم آنها را امضا کرده دانستند. در شرع اسلام کسی که یک نفر را به زنا متهم می کند باید 2 شاهد مرد یا 4 شاهد زن معرفی کند که دخول در مقاربت را حین ارتکاب مشاهده کرده باشند. این به ویژه از آن جهت در خور توجه است که نشان می دهد دولت ایران تا چه حد آماده است سست‌ترین شواهد را برای متهم ساختن کسی به زنا بپذیرد. هر دو خواهر اکنون در انتظار اجرای حکم اعدام پس از تایید دیوان عالی هستند. وکیل آنها کوشیده از بالاترین مقام قضایی کشور آیت الله شاهرودی تقاضای مداخله در این پرونده کند و مانع از سنگسار شدن آنها شود. اما حتی او هم که در سال 2002 سنگسار را منع کرده بود، هنوز نتوانسته جلوی اجرای این حکم را بگیرد.